درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 24 اکتبر 2023 میلادی برابر است با دوم آبان ماه سال 1402 خورشیدی. وزارت بهداشت نوار غزه که توسط حماس اداره می شود امروز شنبه دوم آبان ماه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ با اسرائیل 5791 تن در باریکه غزه کشته شدند که 2360 تن از آنان کودک بودند. بنا به گزارش ها به طور کل در بمباران های دو هفته و نیم اخیر اسرائیل در غزه زنان و کودکان بیش از 62% از تلفات این بمباران ها را تشکیل می دهند. از زمان آغاز این درگیری که با حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل در روز 15 مهر ماه آغاز شد، در مجموع 16297 تن زخمی شدند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خبر داد که تنها در شبانه روز گذشته 6 کارمند دفتر کمک به پناهندگان فلسطینی در غزه کشته شدند که به این ترتیب شمار کشته شدگان این نهاد از 15 مهر ماه تا روز سه‌شنبه به 35 تن رسیده است. در حالی که محاصره غزه از سوی اسرائیل ادامه دارد، سازمان‌های امدادی روز سه‌شنبه خواستار آتش‌بس در غزه شدند، زیرا پزشکان هشدار می‌دهند که نرسیدن سوخت به این معنی است که به زودی تعداد بیشتری از نوزادان آسیب‌پذیر و مجروحان در بیمارستان‌ها خواهند مرد. امروز سه‌شنبه در حالی که قدرت‌های غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه بر حمایت هرچه بیشتر خود از اسرائیل تاکید کردند، امیر قطر به حامیان اسرائیل حمله کرد و آنها را متهم کرد که در جنگ با حماس به اسرائیل مجوز آزادانه‌ای برای کشتن دادند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خواستار رفع تحریم آب و سوخت و غذا و دارو برای ساکنان غزه شد. از سوی دیگر مقامات درمانی حماس در نوار غزه با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام گفتند که بیمارستان‌های غزه کاملا فرو پاشیدند. در این بیانیه از جامعه جهانی برای تأمین سوخت بیمارستان‌ها درخواست کمک شده و از آنها خواسته که گروه‌های متخصص پزشکی را برای نجات مجروحان حمله اسرائیل بفرستند. در ادامه همین خبر، آژانس کمک به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد درباره احتمال توقف اجباری فعالیت‌هایش در غزه هشدار داد. جولیا توما گفته است که چنانچه به سرعت سوخت به دستمان نرسد، ناچار خواهیم شد که همه فعالیت‌هایمان در نوار غزه را از چهارشنبه شب متوقف کنیم. مدیر بخش ارتباطات این آژانس یادآوری کرده که اگر چنین اتفاقی بیفتد، مردم غزه حتی مستاصل‌تر و بی‌نواتر از آنچه که هم‌اکنون هستند خواهند شد. اسرائیل روز سه‌شنبه دوم آبان ماه اعلام کرد که ده‌ها تن از شبه نظامیان حماس را در حملات شبانه به غزه کشته است. به گفته این کشور، اما جنگ برای نابودی آنها که شامل بمباران و محاصره مناطق فلسطینی است زمان می‌برد. شورای نگهبان لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را که به اختصار لایحه حجاب خوانده می شود تایید نکرد. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در 99مین گزارش از سلسله گزارش های خود به مردم در کانال شخصیش در بله درباره لایحه عفاف و حجاب ضمن اعلام این خبر نوشت که این لایحه برای بررسی بیشتر به مجلس بازگشت. شهریور سال 1402 نمایندگان مجلس با اجرای آزمایشی سه ساله لایحه عفاف و حجاب با 152 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند. این لایحه در حال حاضر دارای 5 فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به تعیین تکلیف برای دستگاه‌ها جهت برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است. مانوش منوچهری وکیل مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی پر با انتشار متنی خواستاران شد که تا زمان روشن شدن تمامی ابعاد قتل این دو سینماگر از معرفی قاتل یا قاتلین احتمالی خودداری شود. به همچنین خبر داده که خانواده مهرجویی تا به حال در روند تحقیقات حاضر نبودند و از جزئیات پرونده اطلاعی ندارند. این در حالی است که مقامات قضایی و انتظامی به صراحت متهمان بازداشت شده را به عنوان قاتلان داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر معرفی می کنند. از جمله سخنگوی قوه قضاییه که روز سه‌شنبه اعلام کرد 72 ساعت بعد از حادثه عوامل اصلی این قتل شناسایی و بازداشت شدند.
مسعود ستایشی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران همچنین گفت که عده‌ای از افراد و جریانات سیاسی قصد داشتند که نوک پیکان قتل مهرجویی را به سمت نظام اسلامی بگیرند و از برخورد دستگاه قضایی با افرادی خبر داد که آنها را شایعه سازان خواند. کیوان امامبردی متهم به تجاوز به ده ها زن از اتهام افساد فعل ارض تبرئه شد. شیما قشه وکیل دادگستری وکیل شاکیان کیوان امامبردی از نقض حکم شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران نسبت به متهم در دیوان عالی کشور خبر داد و افزود که دادگاه انقلاب با عدول از نظر قبلی دال بر افساد فعل ارض و تبرئه او از این اتهام پرونده را برای ادامه رسیدگی ضمن تخفیف قرار بازداشت موقت به وثیقه به محاکم کیفری تهران ارسال کرد. کیوان امامبردی پیشتر به اتهام افساد فعل ارض توسط دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود. در پی اعتراض چین و بررسی کمیته برگزاری بازی‌های پاراسیایی هانگژو، مدال طلا و نقره هاشمیه متقیان و زینب مرادی به علت نقض مقررات بازی‌ها پس گرفته شد. به گزارش رسانه‌های ایران، معاونت ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی هم با تایید این خبر از اعتراض ایران به این تصمیم مسئولان رقابت‌های پاراسیایی هانگژو چین خبر داده است. مقامات ورزشی چین به دیر رسیدن ورزشکاران ایرانی به محل کار روم در ماده F56 پرتاب نیزه بانوان اعتراض کردند که این درخواست آنها مورد قبول کمیته برگزاری بازی‌ها قرار گرفت. ورزشکاران ایرانی در گذشته هم به دلیل بی‌نظمی یا رعایت نکردن قوانین از سوی مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی در رقابت‌های بین‌المللی با محرومیت، پس گرفته شدن عناوین قهرمانی یا جریمه مالی مواجه شدند. برندگان عزیزمان، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. سه
صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارند. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. سازمان سینمایی وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد بازیگرانی که در مخالفت با حجاب اجباری بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر شدند و کشف حجاب کردند حق بازی در فیلم‌های سینمایی را ندارند. حبیب البیگی به ایرنا گفته است که آثار قبلیشان به تدریج منتشر می‌شود که مالکان فیلم‌ها متضرر نشوند چون سرمایه زیادی خرج شده است، اما از این به بعد نمی‌توانند در فیلم جدیدی بازی کنند. بنا به اطلاعات منتشر شده، یک روز بعد از ضرب و شتم شدید حسین رزاق در بند 209 اطلاعات، دادیار ناظر بر زندان که در این بند حاضر شده بود با اطلاع از وضعیت وی و تایید گزارش ضرب و شتم و آثار آن دستور بازگرداندن او را به بند عمومی صادر کرد. حسین رزاق بعد از ضرب و شتم شدید توسط تعدادی از ماموران اطلاعات در حالی که به صورت قفانی دست و پایش را از پشت زنجیر کرده بودند و با وجود اطلاع ماموران از بیماری های متعدد وی برای چند ساعت در یکی از هواخوری های بند 209 افتاده به روی صورت رها می شود. آثار این ضرب و شتم بعد از بازگرداندن حسین به بند عمومی در بهداری اوین هم ثبت می شود. در مورد دیگر، نوید میهندوس کارگردان زندانی که بعد از افشا شدن مرگ یک زندانی یهودی به نام فرامرز جاویدزاد در نامه‌ای گفته بود که جاویدزاد مدت‌ها درخواست اعزام به بیمارستان را به مسئولان بهداری زندان داشته، به انفرادی منتقل شده است. این کارگردان سینما و تلویزیون که در زندان اوین دوران حبس خود را سپری می‌کند، در نامه‌اش از مرگ یک زندانی در اندرزگاه 4 این زندان بر اثر تأخیر در رسیدگی درمانی و اعزام به بیمارستان خبر داده بود و همچنین به معضلاتی که منجر به مرگ زندانیان می شود پرداخته بود. در حالی که حملات گروه های شبه نظامی به منافع و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه همچنان ادامه دارد، یک سخنگوی کاخ سفید گفته است که جمهوری اسلامی به طور فعال این حملات را تسهیل می کند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد اکنون می‌دانیم که این گروه‌ها توسط سپاه و رژیم ایران حمایت می‌شوند. ما می‌دانیم که ایران به حمایت از حماس و حزب الله ادامه می‌دهد و ما می‌دانیم که ایران از نزدیک این رویدادها را رصد می‌کند و در برخی موارد فعالانه این حملات را تسهیل می‌کند و دیگرانی را که ممکن است بخواهند از این درگیری به نفع خود یا به نفع ایران سوء استفاده کنند تحریک می‌کند. جان کربی از افزایش حملات موشکی و پهپادی تا یه چند هفته اخیر و حتی چند روز اخیر از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه خبر داد و تاکید کرد که ما می‌دانیم که هدف ایران حفظ اندازه‌ای از انکار مداخله در این موضوع است. به آنها اجازه این کار را نمی‌دهیم. این مقام ارشد امنیتی آمریکا با پیش‌بینی اینکه حملات علیه نیروهای آمریکایی در روزهای آینده افزایش شیابد افزود عمیقا نگران احتمال تشدید قابل توجه این حملات هستیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا روز دوشنبه 1 آبان ماه در یادداشتی هشدار داد که برخی اقدامات اسرائیل در جنگ علیه حماس نظیر عدم اجازه ورود آب و مواد غذایی به غزه میتواند به موضع‌گیری شدیدتر فلسطینی‌ها تا چندین نسل بعد انجامیده و در نهایت نتایج معکوس داشته باشد. او در این یادداشت ضمن همدلی با قربانیان اسرائیلی حمله حماس و یادآوری اینکه به نظر می‌رسد رهبری حماس عمدن در میان غیر نظامیان پنهان می شود و در نتیجه همان افرادی را که ادعا می کنند نماینده آنها هستند به خطر می اندازد، افزود مهم است که استراتژی نظامی اسرائیل از قوانین بین المللی از جمله قوانینی که حتی الامکان به دنبال جلوگیری از مرگ یا رنج مردم غیر نظامی است پیروی کند. اوباما در یادداشت جدید که روز دوشنبه در رسانه‌های آمریکایی بازتاب یافت گفت جهان از نزدیک شاهد وقوع رویدادهای منطقه است و هر گونه استراتژی نظامی اسرائیل که هزینه‌های انسانی را نادیده بگیرد در نهایت می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. تد کروز سناتور جمهوری‌خواه اتفاق‌های رخ داده پیرامون رابط مالی نماینده معلق شده رئیس جمهوری آمریکا در امور ایران را یکی از بزرگترین رسوایی‌های امنیت ملی در تاریخ ایالات متحده خواند و گفت سه جاسوس ایرانی در بالاترین سطوح دولت آمریکا مشغول به کار بودند. به گزارش نیویورک پست، کروز روز دوشنبه اول آبان ماه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که سه تن از مشاوران ارشد مالی که در حلقه نزدیکان مورد اعتماد او قرار داشتند از سوی حکومت ایران به استخدام درآمده بودند. به نظر می‌رسد که اشاره کروز به آریان طباطبایی، دینا اسفندیاری و علی واعظ باشد که در گذشته جزو تیم رابط مالی یا از نزدیکان او بودند. این سناتور جمهوری‌خواه با انتقاد از رویکرد رسانه‌های شرکتی در قبال افشاگری‌های صورت گرفته گفته است که این رسانه‌ها به این موضوع نمی‌پردازند که سه جاسوس ایرانی در حالی که مستقیماً برای ایران کار می‌کردند به سطوح ارشد دولت منتقل شدند و به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشتند. بیننده عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک، تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها رو دنبال میکنیم. رئیس جمهوری فرانسه که برای بیان همبستگی کشورش با اسرائیل در جریان جنگ جاری حماس و اسرائیل به این کشور رفته، امروز شنبه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرد که یک ائتلاف بین‌المللی علیه حماس، حزب الله و سایر گروه‌های تروریستی ایجاد شود. امانوئل ماکرون در کنفرانس مطبوعاتی در اورشلیم گفت: همان گونه که ائتلاف علیه داعش ایجاد شد، پیشنهاد می‌کنم ائتلافی علیه تمامی گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای جهان هستند شکل بگیرد. ماکرون افزود: ما باید علیه حزب الله و آنچه که در یمن اتفاق می‌افتد اقدام کنیم. این تنها بحث امنیت اسرائیل نیست، به نفع همه ملت‌های منطقه است. او در ادامه به حزب الله و ایران در مورد احتمال گسترش جنگ جاری هشدار داد. به گفته رئیس جمهوری فرانسه، حماس یک سازمان تروریستی است که باید با آن بدون ترحم و با قوه قهریه برخورد شود. و اظهار داشت که حماس برای فلسطینی‌ها جز تباهی کاری نکرده است. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.